با گرمترین درودها خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزاله و با حضور جناب آقای امینی که به حال معروف حضور همه شما هستند به عنوان یکی از بهترین محققان تاریخ و جامعه ایران. هفته گذشته در این برنامه متاسفانه نرسیدیم به اون چه که وعده داده بودیم عمل کنیم، به دلیل اینکه بحث روز در واقع بیانیه تفاهم ژنو بود. اما قول در پایان برنامه بر این بود که آقای امینی در برنامه امروز پیرامون اون چه راجع به هویت در نشست پاریس گفتن با ما گفتگو کنند. این نشست پاریس من تمامش رو در کامپیوتر دیدم، واقعا جالب بود. اجازه بدهید خدمت آقای امینی عرض سلام بکنم. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و همچنین درود بر همیهنان گرامی. توی یک هفته که سفر نرفت تلویزیون اندیشه، خیر، فردا رو یه سفر هستم در باز به اروپا، ولی در خدمت شما امروز هستم. خواهش میکنم تا پایان برنامه دست کم. خیلی ممنون آقای امینی. این برنامه یعنی نشست پاریس رو من دیدم، البته خب یه ضعف‌هایی داشت از جهت ظاهر قضیه، یعنی فنی. بله. به عبارت دیگر یکی از دوستانمون، یکی از دوستانتان، بله، آقای منافزاده از حد، بله، مدت خودشون گذشتند. اون مهم نیست، ولی مهم این بودش که این برنامه با کیفیت بود. ولی این برنامه با کیفیت بهتر از نظر فنی در تارنمای رنگارنگ، بله، تارنمای آقای گروه همبستگی و که به مدیریت آقای قاسمی است، صحیح، در اونجا در چند بخش، در شش بخش شکسته شده، در یوتیوب هم موجود هست و برحال میتونن همیهنان این برنامه رو نگاه کنن. اگه بزنن در یوتیوب در جستجوی این برنامه در گوگل زیر عنوان هویت ساخت و پرداخت هویت ایرانی پاریس، این برنامه، این نام کتاب آقای دکتر منافزاده، این نام کتاب به زبان فرانسه، بله، عنوان برنامه بوده گذار به هویت ایرانی در ساخت و پرداخت هویت ایرانی، هویت ملی و ایرانگرایی در گذر تاریخ. بله، این عنوان برنامه بود. این گونه که من یادداشت کردم. ولی من خواستم ازتون بپرسم آقای امینی، این برداشت‌های آقای منافزاده درباره هویت ایرانی با واقعیات تاریخ ایران منطبق است؟ ببینید، برداشت ایشون نخستی که برداشت تازه‌ای نیست. درسته که ایشان کتاب با ارزشی رو در این زمینه به چاپ رسوندن، کار با ارزشی رو انجام دادن، ایشون پژوهشگر بسیار وفاداری هستند به راستی‌های تاریخ، ولی خب هر پژوهشگری از یک محدودیتی برخوردار هست در کاری که انجام میده. ایشان کارشون بر این استوار هست و این بحثی است که امروز در ایران هم در میان برخی از کسانی که به جدید بودن هویت ایران و نه قدیم بودن اون باور دارن، این بحث جدید و قدیم مثل بحث قرآن هست که میگن جدید هست یا قدیم. اینهایی که معتقد به جدید بودن هویت ایران هستند برانند که این هویت ایرانی ساخت و پرداختی روشنفکران سده 19 هم در آستانه انقلاب مشروطه و پس از انقلاب مشروطه است. یه گروهی از این روشنفکران زمان رضا شاه، اونهایی که نمیدا تندروتر هستن میگن زمان رضا شاه. آقای منافزاده این رو مطرح نمی کنن. آقای منافزاده میگن این با اینکه خودشون آذربایجانی تبار هستن و فارسی رو هم با لهجه شیرین آذری ترکی آذری صحبت میکنند و زبان مادریشون هم ترکی آذربایجانی است، باور دارن به یک پارچگی ایران، باور دارن به اینکه زبان فارسی زبان ملی ماست، ولی باور دارن که این هویت ایرانی یک هویت تازه است و اون چیزی که در گذشته وجود داشته هویت
ایرانی نیست، هویت ملی ایرانی نیست، این مفهوم مفهوم تازه است و این رو عده از روشنفکران اون زمان، از جمله روشنفکرانی که آذربایجانی تبار یا قفقازی بودند، ساختند و یاری گرفتن از این تاریخ و این رو برای ایجاد همبستگی و این رو پرورش دادن و به ما رسوندن با گرفتاری‌هایی که داره. تا حدودی فکر کنم که دوست گرامی من آقای آشوری هم بر همین باور هستند و شاید کسان دیگری. من این رو نمیپسندم، یعنی نکته درستی در این بحث هست که مفهوم مدرن هویت ایرانی ساخته و پرداخته دوران پیدایش مدرنیته در ایران هست، آمدن مدرنیته، که آمدن و این هویت تاریخی رو با هویت جدید، با هویت تازه اروپایی شده همساز کردن و ازش هویت ایرانی تازه رو درآوردن. اما این هویت ایرانی هویت تازه ای نیست. نکته بنده در اونجا این بود و هست که بر یک بستر تاریخی، بستر چند هزار ساله تاریخی، یک مجموعه ارزش‌های فرهنگی و غیر فرهنگی، یک همسرنوشتی در میان ایرانیان ایجاد شده و در این همسرنوشتی ما دارای هویت ملی هستیم، هویت ملی که خیلی کهن‌تر از هویت ملی سده 19 هم هست. ببینید این هویت‌های ملی در کشورهای گوناگون به ویژه در اروپا طبیعتش فرق، خیلی طبیعتش فرق میکنه، بیشتر جنبه نژادی و خونی داشته. مثلا فرانسوی ها مردم فرانک هستند با زبان فرانسوی و حتی میتوان گفت از نظر مذهب هم بیشتر کاتولیک بودند هنگامی که فرانسه رو ایجاد کردند. یا هلندی ها یکی از نخستین دولت های مدرن اروپایی، اینها مردمان داچ، زبان هلندی و مذهب پروتستانیزم در میانشون چیره بوده. این است که در شکل‌گیری دولت‌های مدرن اروپایی ما با عناصر نژادی، زبانی، دینی و خونی روبرو هستیم و به همین دلیل در برخی از این پدیده‌های کشوری اروپایی مدرن حق بازگشت وجود داره. مثلا آلمان‌ها می‌گفتن تا این اواخر که تا یک چهارم اگر کسانی نشان بدن آلمانی تبار هستند میتوانند پاسپورت آلمانی بگیرن و از سیستم رفاهی آلمان برخوردار بشن. و خیلی ها در اروپای شرقی در روسیه که آلمانی تبار بودند، اینها در واقع آمدند و با گرفتن پاسپورت از مزایا برخوردار شدن. بله، این به ایران ربط نداره. یعنی ایران کشوری است که هویت ملیش هویت سرزمینی است، یعنی عنصر سرزمینی در کشور ما بسیار نیرومند بوده. منظورتون چیه؟ یعنی یک سرزمینی است که باشندگان اون به این سرزمین و به آنچه که در این سرزمین روی می‌دهد و فرهنگی که در این سرزمین شکل می‌گیره وفاداری دارند و نژادی و خونی نیست. یعنی ایران دارای دسته‌های قومی باشنده بسیاری بوده، از جمله آریایی ها که به ایران میان پیش آریایی ها در این سرزمین بودند و پس از اون هم گروه های عرب و ترکمان و ترک و مغول و غیره به ایران میکوچند. حالا برخی از این کوچها کوچهای خانمان برانداز هست، با خونریزی تازنده است. برخی از این کوچها مهاجمانه است، مانند کوچ مهاجمانه سلجوقیان که ویرانگر نیست بلکه کشورگیر هست، آمدن برای گرفتن این سرزمین نه برای ویران کردنش ماننده مغول ها یا عرب. دست کم مثلا می دانیم در خراسان، تنها در خراسان 300 هزار خانواده عرب رو، خانوار عرب رو از حجاز و از مکه و مدینه و دیگر شهرهای یا بیابانهای عربستان به ایران کوچاندند یا از نزدیک خانواده شیبانی، مثلا خانواده شیبانی، بله، و خانواده های خیلی زیادی، برخی از اینها موندن در ایران. مثلا خیلی از عرب تباران خراسان از جمله خزیمه، خانواده علم، خب اینها دیگه عرب نبودند، زبان عربی رو کنار گذاشتن پس از 100 سال، نزدیک به 100 سال باشندگی در ایران و زبانشون فارسی شد، ادغام شدن در جامعه، کاملا نه تنها ادغام شدن بلکه از پرورندگان فرهنگ ایرانی شدند. این پادشاهان شروانشاهان که معروف هستن، خاقانی شروانی از اونها یاد میکنه، به خودش رو به اونها منتسب میکنه، از اونها مدح و ثنا میگوید، اینها عرب تبار بودند و اصلا در آغاز کار نامهای پادشاهاشون نامهای عربی است.
و رفته رفته نامهای کیخسرو و دارا و نامهای از این دست رو باستانی ایران رو برمی‌گزینند. ببینید این هویت ایرانی، هویت کهن ایرانی آنچنان نیرومند بوده که سلطان محمود غزنوی که می‌دانیم در خانواده های اینها کسانی بودند که از ترکان خاندان غلامان بودند، یعنی اینها رو میفروختند و اینها از غلامی به سرداری و سپهسالاری سامانیان رسیدند. ولی همین سلطان محمود غزنوی برای خودش پرونده تاریخی میسازه و خودش رو به کیقوباد وصل میکنه، میگه از خاندان کیقوباد هست. یا دیگران به بهرام گور خودشون رو پیوند میدادند با اینکه ترک تبار بودند، چون این هویت رو براش خیلی ارزش قائل بودند. ما می توانیم بگوییم که پس از هر دوره آمدن این اقوام تازه به این فلات ایران، دیگه قوم مهاجر نداشتیم، اینها قوم باشنده در ایران می شدند، اینها قبایل و ایلهای ماندگار در ایران می شدند. و یکی که پادشاهی های بزرگ ایران رو بعد از ساسانیان همین نوع گروه های ترکمان تبار ساختند. حتی دولت صفوی که دولت خود شاهان صفوی ترک نبودند، بلکه به قدرت شمشیر ترکان بر ایران چیره شدند، یعنی قبایل ترکمن تبار قزلباش اینها بودند که از ترکیه آمده بودند. بله، از آناتولی آمده بودند، آناتولی که بعدها شد ترکیه. جالب اینجاست که در دربار پادشاهان صفوی زبان چیره ترکی است، در همون دوران در دربار پادشاهان عثمانی زبان چیره فارسی است. و این است که این زبان فارسی که در واقع یکی از زمینه های بسیار مهم فرهنگ ایرانی است، آنچنان چیرگی پیدا میکنه در این سرزمین که پرورندگانش بسیاری از همین ترکمانان میشند. آقای امینی، من یه سوال هم اینجا دارم و اون این است که آیا امکان داره که برای هویت یک تعریفی به دست بدید؟ هویت اون چیزی است که انسان رو در برابر دیگران شناسایی میکنه، یعنی با غیریت با غیر داره. بله، اصلا با غیر هویت توضیح داده میشه. یعنی مرد بودن با اینکه زن نیستم توضیح داده میشه، زن بودن با غیر مرد بودن توضیح داده میشه. آفریقایی تبار بودن در قیاس با دیگر نژادها توضیح داده میشه. ایرانی بودن بدون احساس اینکه ایران در درازای تاریخ در برابر برخورد با دیگران بوده، حالا این برخوردها گاه برخوردهای فرهنگی است، مثل برخوردهای فرهنگی و تاریخی ایرانیان و یونانیان، گاه برخورد جنگی است، باز هم مانند برخوردهای ایرانیان و یونانیان، گاه برخوردهای دینی است، مانند آمدن اسلام به ایران و دگرگون شدن دین ایرانیان، یا دوران صفویان دگرگون شدن دین ایرانیان از اهل سنت به شیعی دوازده امامی. این هویت هویتی است که گروهی از مردم رو در برابر دیگران متمایز میکنه. هویت ایرانی آن چیزی است که ایرانیان رو به هم پیوند میداده و در این سرزمین ایران که حوزه سیاسی و فرهنگی ایران بوده، که حوزه فرهنگی ایران از حوزه سیاسی ایران بسیار فراختر است، یعنی حوزه سیاسی ایران گاه تا میانه ترکمنستان پیش میرفته، ولی حوزه فرهنگی ایران تا ماچین یا تا اونور ترکمنستان هم جلو رفته. از این سوی هم حوزه سیاسی ایران تا قایق نشینان چین، بله، شعرهای سعدی، بله، یا مثلا حوزه سیاسی ایران تا میانه ترکیه امروز پیش رفته، در حالی که حوزه فرهنگی ایران تا بوسنی، تا مرز میانه اروپا در واقع جلو رفته. حوزه های فرهنگی همیشه به قدرت نظامی ارتباط نداره، مثلا پیچیده شدن زبان انگلیسی در جهان به دلیل قدرت نظامی استعمار بریتانیا است، در حالی که چیره شدن زبان فارسی در سرتاسر این حوزه فرهنگی ایران به دلیل فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مشترکی است که ایرانیان با هم می‌سازند. این موضوع که ما در اروپا با واژه ناسیون آشنا می‌شویم در سده 19 و این واژه ناسیون به ایران میاد و آخونزاده از این واژه ناسیون واژه ملت رو از دل تاریخ در میاره، استخراج میکنه و از این ملت رو در واقع به عنوان ناسیون مینشانه،
یک گرفتاری که درش هست در این است که این واژه ناسیون هم عنصر کشوری داره و هم عنصر ملی. و در مثلا فرانسه وقتی به اون میگویند، فکر کنم در یه برنامه من اشاره کردم، پلیس ناسیون فرانسه یعنی پلیس کشوری فرانسه، مثل واژه‌ای که در ایران آوردن ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور، نگفتن شهربانی ملی، نگفتن ژاندارمری ملی، و درست هم بود. واژه کشور واژه بسیار کهنی در زبان فارسی است و شاید هزار و اندی سال پیشینه داشته باشه که اصلا مملکت ایران یا کشور ایران ازش یاد شده. و این کشور، بهره‌گیری از واژه کشور نشان میدهد که یک احساس هویت سرزمینی در میان ایرانیان به وجود میاد. من از شما یک فرصتی میخوام، با اینکه کار من شعر نیست، فکر میکنم بد نباشه. قبل از اون باز من یه سوال دارم، ببخشید. خواهش میکنم. با اون نیست که نام ایران، بله، کلمه ایران، حالا به صور مختلفش، از کی در تاریخ آمده؟ آیا در زمان هخامنشیان این واژه مصطلح بوده؟ تا اونجایی که میدانیم این به دوره ساسانی برمیگرده. اصلا به نظر میآید که هویت ایرانی در دوره ساسانی شکل میگیره، یعنی در دوره هخامنشی هم چیزی وجود داشته به نام ایران ویژه، یا سرزمینی به هر حال وجود داشته. حالا نمیدونیم تا چه اندازه این سرزمین ایران ویژه واقعا ایران کنونی است، چون بعضی ها معتقدن که سرزمین ایران ویژه بیشتر سرزمین های شمالی تر ایران هست در نزدیک های اورال. ولی دست کم میدانیم در دوره ساسانی با پیدایش یک دولت نیرومند اردشیر بابکان و به ویژه کوشش در یگانه کردن آیین در ایران یعنی زرتشتیگری، یک احساس کشوری ملتی به وجود میاد. متو این ملت، ملت جدید نیست، این ملت کهنه، یعنی ملت نیست به مفهوم مدرن کلمه، بلکه یک احساس ایرانی است که این ایرانی از شاید صدها قوم و دسته و تیره و تبار تشکیل شده و در درونش هم زبانهای گوناگون هست. یعنی در همون دربار ساسانی ما میدانیم که 5 زبان رواج داشته: پهلوی که زبان درباری و ادب هستش، اوستا که زبان مذهبی است، دری که زبان میان نخبگان قومی است، یعنی اقوام هست، یعنی نخبگان هر منطقه‌ای در این امپراتوری ایران کسانی زبان دری رو برای گفتگو و نوشتن فرمانها و روابط با یکدیگر ازش بهره می گرفتن، که به همین دلیل همین زبان بر می گرده. که البته برخی بر این باورند، مانند یکی از پژوهشگران هلندی که من چون در این زمینه زیاد کار نکردم میتونم بپذیرم داوری ایشون رو، که این رودکی است که در روان ساختن خط عربی برای زبان فارسی خیلی کوشا بوده، او در واقع نقش داشته. معمولا هم باید یک نخبگانی باشن که چنین کنن، ولی خود زبان فارسی از دربار سلطان محمود غزنوی است که به زبان رسمی دیوان ایران تبدیل میشه. عجب. بله، از طرف کسی به نام ابوالعباس فضل اصفرایینی، وزیر سلطان محمود، او در واقع دستور میداد که زبان دیوان ایران زبان فارسی است. برای دوره خیلی کوتاهی پس از مرگ او زبان عربی برمیگرده، ولی باز زبان فارسی به زبان دیوانی ایران بازگشت میکنه و زبان دیوانی میمانه تا امروز. حالا سوال دیگه، در تاریخ ادبیات ایران آیا نشانه های وجود داره مبنی بر اینکه نام ایران بر زبان شاعران و بر قلم نویسندگان جاری شده باشه؟ من چون در تدارک این صحبت امروز بودم، در فاصله این هفته که عقب افتاد رفتم یه تعدادی از یادداشت‌های قدیم خودم رو، چون من به شعر فارسی خیلی فارسی رو خیلی دوست دارم، بله، ولی خب بیاموز پدرتون، رفتم و برای ایشون استفاده می‌کردیم، یک عالم شعرهای جدید خیلی حفظ بودن. رفتم و یه مقدار از یادداشت‌ها رو درآوردم و کنار هم نهادم و گفتم شاید ارمغانی باشه برای گفتگوی امروز. دستچی نیست از اشاره به ایران در هزار سال گذشته در ادب فارسی، البته فقط تنها در شعر، در نوشتارها نه. معنیش نیست که هویت ایرانی از هزار سال پیش سابقه داره. بله، اصلا حالا من وقتی اینها رو میخونم براتون میبینید که اینجا ایران به یک مفهوم کلی نیست، سرزمینی است. حتی تو بس برخی از اینها توضیح میدن. ببینید، نخستین بار، نخستین جایی که شاید در شعر فارسی نام ایران آورده شده از سوی رودکی است.
رودکی. رودکی بله، اصلا نخستین شاعر بزرگ ایران، پایان سده سوم آغاز سده چهارم، 25 سال نخست سده چهارم و یکی از بزرگان زبان فارسی است. میگوید که شادی بو جعفر احمد ابن محمد، این پادشاه سامانیه، آن مه آزادگان و مفخر ایران. مفخر ایران بله، یعنی ایران مایه تفاخر، مایه افتخار ایران. ببینید برای یک کشوری رو ازش صحبت میکنه، یه سرزمینی رو صحبت میکنه که، یا ابو سعید ابوالخیر در یکی از رباعیاتی که به او منتسب میکنند و آمده این رباعیات نوشته شده است، با اینکه هیچگاه کمتر هستند موضوع سیاست مسئلهش بوده، عارفی بوده و صوفی و خیلی از برجسته ترین صوفیان خراسان، اصلا مکتب خانقاهی خراسان رو او بنیاد نهاده. سبزی بهشت و نوبهار از تو برند، آنجا که به خلد یادگار از تو برند، بهشت در چین ستان نقش و نگار از تو برند، ایران همه فال روزگار از تو برند. خب این نشون میده که یک چین ستانی رو، چینستانی رو، البته اینجا چون در شعر هست ستان هست، ولی چینستانی رو کشور دیگری میدونه و ایران رو کشور دیگری. فرخی خیلی آشکارتر از دیگران، شاید نخستین شاعر بزرگ ایرانی باشه که خیلی آشکارتر از دیگران ایران رو به عنوان فرخی سیستانی بله، این در دوران صفاریان بوده، نخستین دولت نیمه ایرانی، حتی مدعی کرده از چغانیان، از پادشاهان چغانی در منطقه خراسان بزرگ خوارزم، و سرانجام هم غزنویان و ملک و شعرای دربار سلطان محمود غزنوی است و یکی از بزرگان به هر حال شعر و ادب فارسی، و در سال 429 قمری در دربار سلطان مسعود به عنوان ملک و شعرای دربار درگذشته. ببینید در مدح سلطان محمود غزنوی یا یمین الدوله، چون یکی از القاب سلطان محمود یمین الدوله است، میگوید خداوند ما شاه کشورستان، که نامی بدو گشت زاولستان، سر شهریاران ایران زمین، که ایران بدو گشت تازه جوان. یا اشاره در جای دیگری میکنین در مورد سلطان مسعوده، شاه ایران به تاختن شد تیز، چون شه ایران والا به نسب، با شه ایران همتا به گوهر، و ادامه داره. اما این از همه جالبترش اینه تو شعرهای فرخی سیستانی، اینا همه جنبه های سرزمینی داره، سرزمینی داره بلکن. به خاصان که به اصل و هنر چو خواجه بود، نگاه کن که نیابی شبیهش از اشباه. اشباه هم اینجا شبیه، اشباه با هی گرد، یعنی مانند ها. همه بزرگان کندرین زمین ایرانند، به آستانه او بر زمین نهاد جباه. پیشانی زمین ایران هم خودش بله، بر زمین ایران هستند، پیشانی در مقابل او بر زمین نهادند. عنصری شاعر همدوره اوست، عنصری بلخی بله، عنصری همدوره اوست. ببینید ما نخستین بار هست که در شعر فارسی واژه کشور ایران رو میشنویم در شعر عنصری، دیگه جای گفتگو باقی نمیذاره عنصری. یعنی کشور به معنی سازمان دولتی هم هست، تشکیلات دولتی است، یک سرزمینی است که داره تشکیلات دولتی است، مملکت، استیت به قول امروزی، اتا و اشتات قول آلمان ها. دل نگه دارین تن از درش، دل نگه دارین تن از دردش، که دل باید تو را تا ثنای کت خدای کشور ایران کنی. اینو در مدمت حسن میمندی گفته، وزیر دوره غزنوی، یعنی میگه این کت خدای کشور ایرانه، شاه کشور ایران نیست، ایران شاه داره، این کت خدای اون شاه هست، وزیر میگه کت خدای کشور ایران هست حسن میمندی. و خب از این فکر نمی کنم روشنتر بتوان شما در هزار سال پیش، بازم دارین از این اگر سرتون درد نمیگیره بخونم، خیلی جالبه این رو، از منوچهری دامغانی، این در نیمه نخست سده پنجم، او هم همزمان با بلید، اینها همه پرورده شدگان دوران سامانیان هستند، اون دوره ایست که زبان فارسی دوباره برگشته و ادب فارسی روش کرده، بهار ادب ایران، ولی میراث اینها به دوره غزنوی میرسه. خب
خوشبختانه پادشاهان غزنوی هم ادب پرور بودند. من اصلا اشاره‌ای به فردوسی نمی کنم که هزاران بار در اون در مورد ایران و توران و غیره هست، من اون رو گذاشتم اصلا کنار، میگم به دیگران نگاه کنید. منوچهری دامغانی، این ببینید وقتی درباره مت سلطان مسعود میده، میگه توران بدان پسر دهی ایران بدین پسر، مشرق بدین قبیله مغرب بدان تبا. آزم جغرافیا رو تقسیم کرده. توران بدان پسر دهی ایران بدین پسر، مشرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار. اینم جالبه که برای من، چون من در گفتگوهایی که در بیگیره در بحث‌های قومی، قومگرایی، تیر و تباری، همواره به دنبال یه واژه‌ای میگشتم. این رو اتفاقا با آقای آشوری هم یک بار گفتگو کردم چند سال پیش، که این برابر اتنیک رو ما در ایران بیابیم، و من برابرش رو در نوشته‌های خودم همیشه تبار گذاشتم. خیلی به من ایراد گرفتن که این تبار یعنی خانواده. ببینید میگه مشرق بدین قبیله دهی و مغرب بدان تبار. این تبار در برابر قبیله است، یعنی از همین گروه، یعنی گروه بزرگی رو تبار میدونن. به همین دلیل من فکر کنم مثلا ترک تبار، عرب تبار واژه درستی مناسب با اتنیکه به جای قوم، چون من فکر کنم قوم یه چیز نارسایی است و شاید حتی گاه برای برخی توهین‌آمیز باشه اگرش بگیم شما قوم هستید. معنای مخشوشی داره. خب این رو باز منوچهری به سلطان مسعود گفته. ای سپاهت را سپاهان، رایتت را ری مکان. ببینید میگه سپاه تو جاش تو اصفهانه، ولی سپاهان یعنی اصفهان. ای سپاهت را سپاهان، رایتت را ری مکان. ای ز ایران تا به توران، بندگانت را وساق. وساق هم اینجا یعنی اقامتگاه. اتاق. ای ز ایران تا به توران، بندگانت را وساق. یعنی این سرزمین الان زیر قدرت توست. البته به نظر من یکی از زیباترین شعرهای منوچهری، خیلی جالب این داستان، چون این شعر، این قسمتی از این شعر در زبان فارسی در این 60 سال گذشته بارها و بارها به نادرست تکرار شده، به دلیل اون رویداد 26 تیر که مصدق استعفا داد بیان که بخوایم وارد اون بحث بشیم، و شاه فرمان به نام بعد از رأی مجلس قوام السلطنه داد، قوام آمد و اون فرمان شداد و غلاظ رو که بعد میگن اصلا دلیل افتادنش همون بوده، و خیلی ها از جمله ارسنجانی نوشتن که اون ننوشته بود، کسی دیگری نوشته بود و ممکن نبود قوام چنین کاری رو بکنی که من اصلا دادگاه صحرایی را میندازم و محاکمه و اعدام میکنم، تهدید کرده بود. این دیوان را سیاستی دگرام. خب نمیگین؟ بله. خب میدونید که کشتیبان، بله کشتیبان که سیاست نمیتونه داشته باشه، و اصلا واژه کشتیبان یعنی ناخدا میگفتند، کشتیبان نمیگفتند. این در شعر فرخی، شعر ببخشید منوچهری دامغانی، قسمتی میخوام بخونم چون ایران درش هست، کشتنیان هست. این اصلا مربوط هم به کشتن نیست، این راجب انگوره، راجب جدید در واقع فشردن، بله انگور. باز دگر باره مهر ماه در آمد، جشن فریدون آبتین به بر آمد. مهرگانه، بله. عمر خوش دختران رز به سر آمد، کشتنیان را سیاستی دگر آمد. دهقان در بوستان همی سحر آمد، تا ببرد جانشان به ناخن و چنگال. یعنی انگورا رو بچینه. میگه عمر دختران رز، عمر این انگورها به سر آمده، رس هستن. این که بگم کشتنیان همین هست، چون در شعر مولانا هم آمده مثال کشتنش باشد چو انگوری که کوبندش. اینو مولانا میگه، یعنی این هم در واقع این فشردن انگور رو که به شراب میخوان تبدیل کنن، کشتن انگور ازش اشاره میکنه. برابری میگه کشتنیان را سیاستی دگر آمد، دهقان در بوستان همی سحر آمد، تا ببرد جانشان به ناخن و چنگال. اما اون قسمتی که مورد نظر من هست بخشای یکمی پایین‌تر این قصیده بسیار طولانی است. وقتی با ادب مخلوط میشه خیلی زیبا، جهان دیگری. زود شود چون بهشت گیتی ویران، یعنی به زودی زمستان میرسه. زود شود چون بهشت گیتی ویران، بگذرد این روزگار سختی از ایران. بیت خیلی روشنه. بگذرد این روزگار سختی از ایران، روی به رامش نهد امیر امیران. شاد و بدو شاد این خجسته وزیران،
دست به می شاه و دل به هجیران، دیده به روی نکو و گوش به قوال، به آوازخوان. خب این روشنه، از سرزمین ایران و شاه ایران صحبت میکنه و از این دوره ها، یعنی این دوره بعد، یعنی اینجا البته فصل رو داره میگه. ببخشید آقای امینی، اینا رو در اون نشست پاریس خوندین آقای؟ من اینا رو هم نخوندم، فرصت خوندن اینها نبود. این رو شب در میان جمعی بخشاش خوندم، اشاره هایی کردم به بحث های اون دوره و فکر کنم کافی بود. فخرالدین اسعد، من فکر کنم این یکی از زیباترین شعرهایی است که در تاریخ ایران سده پنجم اصلا گوینده بیسرامین. بله، گوینده بیسرامین که البته برخی از پژوهشگران بر این باورن که نام او گرگانی نیست، کرکانیه، از کرکان میاد و خب به اشتباه گرگانی خوانده شده، ولی بر روی چون به نام گرگانی همینجا شناخته شده، من هم به همین نام ازش یاد میکنم. به نظر من شعری در زبان فارسی 1900 سال پیش نمیتوان یافت که با این روشنی، آن هم در دوره طغرل سلجوقی، یعنی عالمی که از آسیای میانه تمام ایل و تبارش کوچ مهاجمانه به ایران کردند، آل سلجوق، طغرل اولین پادشاه هست، طغرل و برادرانش، دو برادر دیگرش، اینها آمدن به ایران و بر اصفهان چیره دارن میشن و طغرل اصفهان رو پایگاه خودش قرار میده برای اولین بار در تاریخ ایران. پایتخت یا پایگاه؟ پایتخت اون زمان چندان مفهوم نداشته، دار او بوده، یعنی در واقع همون پایتخت میشه گفت. طغرل به همراه خودش فخرالدین اسعد رو هم میبره، یعنی فخرالدین اسعد با سپاه طغرل وارد اصفهان میشه. جزو شعرهای دربار بوده. بله، این تقریبا میشه گفت در حدود سال 520 دقیقاً الان تاریخش یادم نیست، ولی نیمه نخست سده پنجم. چه خواهی نیکوترین ای سفاهان، که گشتی دار ملک شاه شاهان. همین رشک آرد اکنون بر تو بغداد، که او را نیست آنچ ایزد تو را داد. اگر چه فخر ایران اصفهان است، فزون زان قدر آن فخر جهان است. حالا از این جلوتر میره و درباره باز هم درباره طغرل اینجوری داوری میکنه. همه ساله به جشن اندر نشستی، چو یک ساعت دلش برغم نخستی. زهر شهری سپهداری و شاهی. ببینید این قسمت داره اصلا ایران رو توضیح میده، سرزمین های ایران رو. زهر شهری سپهداری و شاهی، زهر مرزی پریروی و ماهی. گزیده هرچه در ایران بزرگان، از آذربایجان و از ری و گرگان. ببینید اینجا دیگه کسی نمیتونه بحث کنه، آقای مناف‌زاده یا کسی رو میتونه بیاد بگه که هیچ کس دیگه، که این منظور از ایران یک مفهوم عمومی است، نه یک مفهوم روشن سرزمینی است که دارای ایالت هاست، حتی استان ها رو نامگذاری کرده. از آذربایجان، ببینید، گزیده هرچه در ایران بزرگان، از آذربایجان و از ری و گرگان. همیدون از خراسان و کوهستان، ز شیراز و سپاهان و دهستان. چو بهرام و رهام اردبیلی، گشسب دیلمی شاپور گیلی. میگه این همه ایرانی هست، اسامی رو میگه که اینا از هر گوشه ایران آمدن جمع میشن، میگه این ایرانه، ایرانی است که دارای سرزمین های متفاوته، درش دیلمی و گیلی و آدم های گوناگون، گیلکی. بله، همه اینها هستند. و ناصر خسرو در نیمه دوم سده پنجم هست، اصلا دیدگاهش نسبت به ایران دیدگاه دیگری است. او آدمی است بسیار خردگرا و در این حال اسماعیلی، آمده به عنوان داعی اسماعیلی گسترش آیین اسماعیلی رو بده. متفاوت هم است از اسماعیلیان حسن صباهی، با اونها اصلا سر سازگاری نداره، ولی وقتی به ایران نگاه میکنه و میخواد بگه این یک کشوری است. ببخشید جزء فاطمیان نبوده؟ از فاطمیان اسماعیلیان فاطمی الهام میگرفته، البته به عنوان مسلمان شیعی غیر اسماعیلی به مصر رفته و اسماعیلی بازگشته. برون کرده است از ایران دیو دین را، برون کرده است. ببین البته دین اینجا دین خودش،
اینجا دین کلی نیست، اون دینی است که او باور داره. برون کرده است از ایران دیو دین را، ز بیدینی چنین ویران شد ایران. یعنی امروز یه معنای دیگه داره. مهم، ببینید من اینجا در مورد درستی و نادرستی گفتار شاعر صحبت نمی کنم، من در مورد پیشینه این نام و هویت ایرانی که خیلی کهن‌تره و اتفاقا گزینه هایی که من آوردم از شاعرانی است که یکی از دامغان، یکی از سیستان، رودکی است، از خراسان، از بلخ، یکی از کرکان. بله، حالا همینجا برسیم به صنایعی که سده ششم پیش از نظامی است. نظامی رو من به ویژه جدا میکنم چون از گنج است، دیگه کسی نمیتونه بگه از خراسان و از اصطلاح اینها فارسستان هست. تا در ایران خواجه باید، خواجه ایران شاه باد، حکم او چو آسمان بر ایران، بر اهل ایران شاه باد. خب این البته میدونید یکی از خواندنش کمی دشواره یا فهمش، یعنی اهل ایران صحبت میکنه. من خیلی پیشتر فکر میکردم که این اهالی ایران رو نخستین بار در سخنرانی نادر خیلی سالها بعد اهالی ایران. بله، این از اهل ایران صحبت میکنه، یعنی بالاخره سرزمینی است که شما اهل اونجا هستید، اهل ایران هستند. البته نظامی به نظر من دیگه از همه اینها سر هست در این زمینه ای که دیگه جایی باقی نگذاشته، تردیدی باقی نمیگذاره. که موردش چیه؟ مورد نظامی، نظامی بدونید خب به هر حال به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی شناخته شده. یعنی ما اگر چون رمان نداشتیم، رمان خیلی جدیده، ولی رمان نویسی شاعرانه داشتیم. یعنی آنچه که او در قالب این کتاب ها جمع کرده رمانه، در واقع منتها رمان شاعران است با همون قدرتی که رمان های اروپایی است. خاص ملکی چه شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران، نعمت ده و پایگاه ساز است، سرسبز کن و سخن نواز است. میگه این فقط پادشاه شروان نیست، پادشاه این رو در نظامی در رسای علاءالدین کرپ، کرپرسلان، کرپ یا شیر، کرپا یا کرپ یعنی نخه، کرپ یعنی کوچک، ارسلان یعنی شیر، ارسلان کوچک. این پادشاه سلجوق، پسر پادشاه سلجوقی است که در آذربایجان اتابکان آذربایجان رو به وجود میاره و سلجوقی رو در ایران زنده میکنه، یعنی ایران رو در واقع زنده میکنه. این شعر به نظر من دیگه از این در حرف پیکر آمده، اصلا دیگه از این جای تردید باقی نمیذاره که موضوع نظامی گنجی که از گنج است در شروان زندگی میکنه و در سرتاسر ایران هم رفت آمد داشته. همه عالم تنست و ایران دل، یعنی سرزمینه، همه عالم تنست و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. یعنی روشن. یه بار دیگه بخون. همه عالم تنست و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل. ببینید راجب فارس و ترک و اینا نمیگه، ایران رو داره میگه. خود او گنجه‌ای است، زبان مادریش زبان فارسی نیست، فارسی رو یاد گرفته تا بتواند شعری به این زیبایی بگه. همه عالم تنست و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. بازم در حرف پیکر باز گفتا، خیلی جالبه، با این رو جو بهرام گور میگه، باز گفتا چرا ددی سازم، اولان به که بخردی سازم. چرا وارد دشمنی بشم، بهتره که وارد گفتگو بشم، نمیخوام به جنگ برم. باز گفتا چرا ددی سازم، اولان به که بخردی سازم، گرچه ایرانیان خطا کردند، که از دل از رن ما ببخشید، که از دل آزرم ما رها کردند. اینجا خط خورده بود که از دل آزرم ما رها کردند، یعنی به من ستم کردند ایرانیان، ولی من باید از راه بخردی، از راه گفتگو، از راه ددی. اینو خیلی جالبه در باره اسکندر در شرفنامه نظامی چنین میگه: از آنجا که روز جوانیش بود، تمنای کشور ستانیش بود، کمر بند ایرانیان سوس کرد، به ایران گرفتن کمر
چست کرد، یعنی برخواست به چستی که ایران رو بگیره. دارا به اسکندر پایان پاسخ داده، دارا پادشاه ایرانه، او پادشاه مقدونی است. مینگیز فتنه، میفروز کین، خرابی میاور در ایران زمین. ببین سرزمینی است، یک سرزمینی وجود داره به نام ایران و اسکندری میخواهد به سوی ایران بیاد، میگه آقا ویران نکن کشور ما رو، خودت که زندگی خوبی داری، مینگیز فتنه، میفروز کین، خرابی میاور در ایران زمین، تو را ملکی آسوده بی داغ و رنج، کشوری داری، پادشاهی هستی بدون داغ و رنج، اونجا داری پادشاهی میکنی، مکن ناسپاسی در آن مال و گنج. بعد دارا بزرگان دربار رو در گرد هم آورده و بهشون هشدار میده که این اسکندر رو کنار نیایید باش، چون نمیدونستن چه میخواد بکنه، همه ملک ایران به دست آورد، به تخت کیان برنشست آورد، یعنی به نشست تخت کیان میشینه. اسکندر از باز از زبان نظامی میگوید که گر دست یابم بر ایرانیان، برم دین زرتوش را از میان. یعنی اینو با هم وعده‌شو داده، داده با هم پیوند میده که چون ملک ایرانم آمد به دست، نخواهم به یک جا شدن پای بست، همه ملک ایران مرا شد تمام، به هندوستان داد خواهم لگام. ببینید همه این نمونه هایی که من گفتم، البته نمونه بیشتره که بخوای بازم میخونم. نه من دوست دارم بخونم. چشم. خاقانی باز در سده ششم. خاقانی من دارم که آقای دوست دارم که آقای منافزاده اینا رو گوش کنه. من متاسفانه با اینکه سالهاست ایشونو میشناسم گاه به اشتباه منافزاده به ایشون میگم. منافزاده درسته. بله. خاقانی روی هم رفته 27 بار نام ایران رو به کار برده در سروده هاش. باز هم او از شروانه، یعنی باز هم او از این منطقه مرکزی زبان فارسی که خراسان بزرگ باشه نیست، از اونجاست. حتی برخی از بزرگان و شاعران خراسان شعر نظامی و خاقانی رو بهش نقد میگرفتن، میگفتن فارسی اینها فارسی درستی نیست، ولی خب به هر حال خاقانی و نظامی از قولهای فقط خاقانی خورده فهمش دشواره. بله. چون غلام توست خاقانی، تو نیز جز غلام خسرو ایران مشو، یعنی نوکر پادشاه ایران بشو. تو نیز آموختی از شاه ایران که از خداوندی، نمی پرسد که ای توتی شکربار من چونی. ببین میگه این شکایت از پادشاه میکنه که این توتی شکربار من، یعنی من، این خاقانی شروانی حالش چگونه است. بگه تو هم از این شاه ایران آموختی، داره به معشوق میگه یا به دلدار میگه که مگه اینم از شاه ایران آموختی که از راه خداوندی از بزرگی از من نمیپرسه که این توتی شکر سخن من، شکربار من یعنی من شاعر حالش چطوره، یعنی به ما چیزی نرسیده در این چند ماه گذشته. از اتابک قزل ارسلان ایلدوگوز، دیگه از اسمش هم معلومه، ترک که پایگزار اتابکان آذربایجانیه، به نام شاه ایران نام میبره، میگه این شاه ایرانه نه سلجوقی. و جای دیگه میگه گر ایلدوگوز ایران را تسلیم به سلطان کرد، آن روز که بیرون رفت از کار جهانداری. و همینجور ادامه پیدا میکنه، یعنی این ایران رو به عنوان سرزمینی است که این ایلدوگوز گرفته، پادشاه شده. انوری، ما همه شهرهای اینا رو گفتیم، انوری ابیوردی است، یعنی در خراسان، ابیورد و درگز خراسان، اوحد الدین انوری ابیوردی، او هم در دوره سلجوقیان میزیسته. اون همون کسی است که جامی اون شعر بسیار زیبا رو، من میدونم شما بلد هستین، دربارش گفته، من نوشتم اینجا، در شعر سه تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. برید از زبان اهالی خراسان این اوحدین انوری، پس از این که سنجر درگذشته، پس از درگذشت سنجر، رکن الدین قلیچ تمخاج خان،
تومقاخ خان، رکن الدین قلیچ، یعنی دیگه اینا ترکمان تبار، پسر خانده سنجر است. سنجر درگذشته و مملکت بی پادشاه شده، یا سلجوقیان بی پادشاه شدن. سلجوقیان در اون دوره چندین تکه پاره شدن. شعری سروده به او فرستاده: به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. کارها بسته بود بیشک در وقت و کنون، وقت آن است که راند سوی ایران لشکر. یعنی بیاد پادشاهی خودش در ایران بگیره. ای خداوندی که مقصود بنی آدم تویی، کارساز دولت و فرمانده عالم تویی. ملک مشرق گر تو را شد، ملک مغرب هم تو راست. شاه ایران گر تویی، دارای توران هم تویی. روشنه. حتی مولانا هم به این دو پاره بودن ایران و توران در یکی از شعرها اشاره کرده. حتی عبید زاکانی هم دوران حافظ در متن شیخ ابو اسحاق اینجو میگوید: ز بامداد ازل تا به انقراض ابد، زمام ملک به فرمان شاه ایران کرد. از ببینید چند تا دیگرم خیلی سریع بخونم. این مال این احدی مراغی است، باسم مراغی است. گر تو کیخسرو کیخسروی به دین و به داد، و چو ناصر شوی به حجت و داد. تا نشویی ز ملک ایران دست، نتوانی به کنج غار نشست. ناصر خسرو، فکر میکنم ناصر خسرو رو ازش صحبت میکنه. محتشم کاشانی، این هم دوره شاه طهماسب صفوی است: در این بلا که منم با وجود ضعف قوا، به جز جلای وطن نیست هیچ درمانم. مرا که دل کشد از رنج ویرانی، از این چه سود که خوانند گنج ایرانم. خودش رو گنج ایران میخونده. بر مت پادشاه میگه: منم کهن بلدی در کمال ویرانی، شهر ویرانی هستم. تو گنج عالم ویران، یگانه ایران. نمونه های زیادی ما در این، یا حتی خودش رو محتشم ایرانی میخوانده در یکی از شعرهاش، نه محتشم کاشانی. ببینید، موضوعی که من در واقع بهش اشاره کردم و میکنم این است که یک دقیقه وقت داریم. بله. این میراث تاریخی فرهنگی سیاسی ما، به ویژه سیاسیش، از اونجایی که ما یکی از کهن‌ترین دولت‌های ادامه دار تاریخ رو داشتیم، نه به این معنا که گسست درش نبوده، گسست چیرگی سرزمین نبوده، هر کی آمده دیگران رو کنار گذاشته چیره بر این سرزمین شده و خودش رو پادشاه ایران خوانده، حتی مغولان وقتی میان بر ایران چیره می‌شوند، دوره دوم چیرگیشون، و در گسترش فرهنگ این سرزمین کوشا بوده. این احساس همسرنوشتی و وفاداری به این سرزمین بنیاد هویت ملی ایرانی است که در بستر مدرنیته اروپا ساخت و پرداخت پیدا کرده. درست میگه این رو آقای منافزاده، و مدرن شده و به تبدیل به کشور تازه شده. ولی ببینید، در پاریس هم مثال زدم، اشاره است در زبان انگلیسی به سکسکه چرچیل، که موقعی که عثمانی رو تقسیم میکردن، میگن موقع نقشه کشیدن چرچیل سکسکش میگیره و این خط بین اردن و سوریه کج میشه. اینا کشورهای ساخته شده با خطی هن، با خطکش کشیده شدن، در حالی که در ایران برای هر روستاش، برای هر وجب مرزش خون ریخته شده، نه امروز و دیروز، در این درازای هزار سال. یه چیزی از این ایران بزرگ به ما رسیده، این گربه‌ای که به ما رسیده، که در کانون ایران بزرگ گذشته وجود داشته و ما میراث این فرهنگ کهن و سرزمین مولود این هویت ایرانی هستیم. این هویت فارسی نیست، هویت ایرانی هویتی است که فارس‌زبان و ترک تبار و کرد و از هر تیر و تباری در ایران بگیرید به پرورشون یاری رسونده، و این چیزی است که من به عنوان هویت ایرانی میشناسم و چند بار در تاریخ کوشش برای دگرگون کردنش روی داده، که آخرینش در پیدایش دولت جمهوری اسلامی است که کوشش کردن هویت شیعی رو به جای هویت ایرانی بنشانند و این پروژه شکست خورده. امروز
خیلی ممنونم آقای امینی گرامی. همیانان عزیز، میخواهم پیشنهاد کنم که در گفتگوی هفته آینده اگر آقای امینی موافق باشند درباره یک برگ دیگر از تاریخ گفتگو کنیم و اون 21 آذر است. موافق نه؟ بله بله، رویداد 21 آذر با آذربایجان. بله. با کمال میل. خیلی ممنون ازتون و با سپاس از همه همیهنان گرامی که به این برنامه توجه فرمودند. از کارگردان برنامه هم بار دیگر تشکر میکنیم، خانم غزاله. شب روز شما بخیر.